أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنت غني بالهدى وألهم التقوى. در سال 1400 به مناسبت رحلت امام در ماه 14 و 15 خرداد و همچنین مقاومت مردم فلسطین، یه بحثی تهیه کردم از قرآن، قیام و مقاومت، هر دو عنصر ارزشی. پس موضوع بحثمون قیام و مقاومت. موضوع قیام امام خمینی، یا بگیم از قیام امام خمینی تا مقاومت فلسطین. کلمه قیام، حرکت، به پا خیزیدن، تقریبا تو همه دین ما هست. مثلا خداوند درباره قیام، اما قیام خداوند رسول انبیاء دیگر مردم کتاب آسمانی قیامت حضرت مهدی، درباره همه اینها کلمه قیام به کار رفته شده. حالا یکی که من میگم، اما خداوند، قرآن میگه قائما بالقسط، یعنی بپا خیزید بر عدالت، عدالت رو باید بپا خیزید. به پیغمبر اسلام میگه قم، بپا خیز، فانذر، بپا خیزید. راجع به سایر انبیا میگه قرآن فرماد که ما انبیا رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، قائما بالقسط، قوم، یقوم، لیقوم الناس بالقسط. ظهور حضرت مهدی، اسم امام زمان علیه السلام قائم است. حج، خدا گفته قیام، آیه حج میگه قیام للناس، حج برای حرکت به پا خیزیدن مردمه. نماز میگه اقامو، اقام الصلات، قد قامت الصلات، اقام الصلات. دینو میگه ذالک دین القیمه، دین مستوار اینه. وظیفه مردم قوامین بالقسط، شهداء لله، یا آیه دیگه داریم قوامین لله شهداء بالقسط. چی دارم میگم؟ میگم خیزیدن، به پا خیزیدن. به مناسبت 14 خرداد و قیام امام خمینی میخوام بگم کلمه قیام در همه دین ما هست. خدا، رسول اکرم، امام زمان، قیامت، دین، یقوم الناس بالقسط. این مال اهمیت این که حالا این جواب کیه؟ یه حرفی که میزنن، جواب اونایی که بعضی ها میگن دین وسیله رکوده. یه وقتی تو تبلیغاتشون ما جوان بودیم، کمونیست ها اینو میگفتن، میگفتن دین مردم خواب میکنه. البته دین رو اگر بد معنا کنیم، بله مردم خواب میکنه، دین رو باید خوب معنا کنه. مثلا صبر یعنی چی؟ صبر یعنی مقاومت.
نسب، یعنی هر که تو سر زب بگو خب باشه روز قیامت یقدو میگیرم، باشه حوالت به حضرت عباس، یعنی کتک بخور بعد بگو حوالت به حضرت عباس. این بله این معنا کردن، این تو سری خوردن، ذلیل شدن، حرکت نکردن. زهد یعنی چه؟ زهد یعنی دنیا برشون؟ نه، زهد یعنی به دنیا علاقه شدید نداشته باش. والله بی دنیا که نمیشه زندگی که. من الان جا حرف میزنم همین اردوگاه شهید باهنر، توی اردوگاه خب از این درختاش استفاده میکنیم، زیر درختاش کلاسامونو میذاریم، از اکسیژنش، از خورشیدش، از آبش. دنیا که بد نیست، دنیا خیره. ان ترک خیرن وصیه یعنی ان ترک مالن وصیه، مال خیره، مال فضیلته. اما انه لحب الخیر لشدید، یه علاقه نباید شدید باشه که آدم انصاف و وجدان و همه چیز رو زیر پا بگذاره بشه یه گرگ. که از او پرسیدن، نمیدونم از انگلیس بود یا آمریکا یا جای دیگه، که شما اجازه میدید که این داروی کرونا رو بدم به دیگران؟ گفت نه، به دیگران چرا، با در اختیار میذارم. مردم میمیرن در به درک، سود این تزریقات باید شخصی باشه. که اسلام یه قدرتی میخواد که اینا رو بگیره. یه افرادی اگر مزاحم شدن انسان باید قلع و قمعش کنه. مثلا مسجد ضرار ساختن در مقابل مسجد پیغمبر، اسمش مسجد بود ولی توش توطئه خونه بود، خونه تیمی بود. حضرت فرمود خراب کنید، خراب کردن. قصه پولش هم نخورید. گوساله سامری طلا بود، طلا خیلی ارزش داره. اما حضرت موسی گفت لنحرقنه، من طلاها رو آتش میزنم. شما با طلا مجسمه گوساله ساختید، راستش گریه میکنید، عبادت میکنید، میگه حالا الهکم، سامری مجسمه ساز گوساله ساخت و حالا الهکم و اله موسی، خدا همینه. مردم دور گوساله گریه میکردن. حضرت اومد دید مردم منحرف شدن، گفت که این گوساله رو آتش میزنم، خاکسترش هم به دریا میندازم. لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نثرا. اینا عربی ها که خونم آیه قرآنه، یعنی گاهی طلا باید آتش بگیره. نقل شد که به امام خمینی گفتن که این قبر رضا شاه رو خراب نکنید حضرت عبدالعظیم، بالاخره یه ساختمونی هست، موزه کنیم، کتابخونه کنیم، نمیدونم نمایشگاه کنیم، سالن اجتماعاتش کنیم. فرمود قبر رضا شاه باید با خاک یکسان بشه، آثارش یک. میگه بت‌ها که حضرت ابراهیم شکست ارزش نداشت، یک تن همه بت‌ها رو شکست، تخریب بجاست. میگه امیرالمومنین روز فتح مکه بت‌های کعبه رو نشکست. میگه حضرت امیر نمیگه اگر یه زمانی جنسی رو مردم نیاز داشتن و کسی جنس‌ها رو انبار کرد، احتکار کرد، بخوایدش، نصیحتش کنید، هشدارش بدید، ازش بخرید. اما اگر دیدید قلدری میکنه و میخواد چیزی که مورد نیاز مردمه تو انبار نگر داره و نفروشه تا قیمتش بار بالا، فنک کل به قفل و بکش. پس ببینید ما زور داریم، ظلم بده. من اینو بارها گفتم، اونی که بده ظلمه ولی زور خوبه. انسان باز زور داشته باشه اما ظلم نکنه. اگر معنای صبر اینه که تو سری بخور، بله دین عامل رکوده. اما اگر صبر یعنی مقاومت کن، عامل رشده. به هر حال این جمله اول که بنیانگذار جمهوری اسلامی، حالا من چون معلم قرآنم هستم، یه شاید 20 سال پیش اوائل انقلاب بود، حالا که 40 سال انقلاب شده، اوائل انقلاب من این حرکت امام خمینی رو، حالا این بحثم که میکنم به مناسبت 14 خرداد سالگرد حضرت امام، یه خود در سایه قرآن نگاه کردم، چیزایی به ذهنم آمد، چند دقیقه بر شما بگم. اصل قیام به امر خداست. اذهب الى فرعون انه طغى. خدا به موسی فرمود برو سراغ فرعون، اون گردن کلفتی میکنه. آخه به چه دلیل باید رئیس ما رضا شاه باشه؟ بعد از اینم که مرد پسرش باشه، پسرش هم که مرد نوش باشه، مثل سعودی. یه نفر نی، یه عاقل، یه حقوقدان، یه بشر، یه انسان پیدا نمیشه بگه دلیل این که باید آل سعود حاکم باشن چیه؟ سوادشون بیشتره، مردم به اینا رأی دادن، سابقه ای دارن، ابتکاری دارن. آل سعود، خاندان سعود چه کردن که حالا مثلا با اینا
حاکم بر مردم بشن. یه قرن و صد سال مردم سعودی یه بار پا صندوق نیومدن، صد سال یه بار پا صندوق نیومدن. به چه دلیل صدام باید قلدر عراق باشه؟ به چه دلیل رضا شاه باید قلدر ایران باشه؟ آتاتورک قلدر ترکیه باشه؟ اذهب الی فرعون، باید پاشی به سراغ بزرگترین گردن کلفتای تاریخ بروی. قیام اینه. امام رو میخواستن زندان کنن و زندان هم کردن. میگه یوسف زندان نکردن، زندان همه جا بد نیست. رب سجنو احب الیه. حضرت یوسف گفت خدا اگر بناست من تو این خونه پادشاه گیر عشق زلیخا بیفتم زندان برم بهتره. رب سجنو احب الیه. تبعیدش کردن. میگه در قرآن آیه نداریم برای تبعید. انبیا هم تهدید به تبعید میکردن. لنخرجن نکن من ارضنا، ما شما رو از منطقه خودمون بیرون میکنیم، شما حق ندارید تو منطقه ما باشید. زندان من مسجونین، عربی ها که خونم قرآنه. این همه بود، همه اینا برای امام پیش آمد. یاران خاصش و رجایی ها گرفتن، زدن، بردن، تبعید کردن. چه جاهایی. بالاخره بعد از تبعید به ترکیه و بعد از تبعید به عراق، بعد 14 سال تشریف آوردن ایران. قرآن یه آیه داره میگه اینو به مادرش برگم، فرددناه لامه. موسی رو شیرش دادن به وحی الهی، تو جعبه انداختنش تو دریا. فرعون نشسته بود دریا رو میدید، دید روی یه جعبه رو آب، جعبه رو گرفتن در وا کردن، این نوزاده خواست بکشدش. خانمش رایزنی که گفت نکشش، نهی از منکر گفت لا تقتل، نکشش. با یه نهی از منکر جان موسی رو نجات داد. حالا این بچه رو از آب گرفتن گرسنه شه، مادر کوک شیرش بده. دایا دعوت کردن، سینه دایا ها رو نمکید. خواهر موسی که مسئله رو دنبال میکنه اومد گفت یه خانمی هست اهل بیتی هست، اون میتونه تکفل کنه. گفتم برو بیاد. مادر آمد و بچه بغل فرددناه لامه. بالاخره مادر به بچهش رسید. امام خمینی تبعیدش کردن به کجا؟ تبعید کردن به ترکیه و به عراق. بعد 14 سال فرددناه لامه، برگشت به دامن مادر. این تمام حرکت هایی که اولیاء خدا میکنن بر اساس الهام‌هایی که از قرآن میگیرن. از قرآن به خاطر الهامه، وگرنه حضرت یوسف گفت رب سجنو، من برم زندان که گرفتار گناه نشم، بهتره که تو کاخ پادشاه مصر باشم، زلیخا عاشق من بشه و من گرفتار بشم. رب سجنو، این رب سجنو مال یه تکیل، یعنی خدا که بخواسته تاریخ بگه. نه، رب سجنو علی یعنی گاهی وقتا زندان بهتره، گاهی وقتا یه خونه تنگ بهتر خونه بزرگه که توش حرف باشه، گاهی وقتا درآمد کم بهتر از درآمد زیادیه که شبهناک یا حرام باشه، گاهی وقتا زندگی در منطقه کوچیک خیلی بهتر از زندگی در منطقه بزرگه. این رب سجن علیه پیام میده به ما، یعنی همیشه درآمدات رو با گناه حساب کن. بچه بودم از مرحوم ابابین، بازاری بود، منتها بازاری متدینی بود. پرسیدم خونه ما گرونتره یا خونه فلانی، مثلا ها جمعو. بابام چی گفته باشه خوبه؟ گفت رب سجنو عرب بایره. گفت هر خونه عبادت خدا بیشتر توش بشه. یه روز گفتم چند تا درخت داریم یکیشون میوه نمیدن. ابویم گفت که چند تا آدم تو این خونه میخوابه یکیشون نماز شب نمیخونه. نه، مهمه. رب سجنو یه قانونه، چون پیش میاد یه فکر میکنه که اگر بچهش آمریکا باشه یا مثلا فرض کنید که اقامت کانادا داشته باشه این خوشبخته، فکر میکنه که اگر از شهرها بیاد تهران خوشبخت میشه، فکر میکنه که اگر این مدرک داشته باشه خوشبخت میشه، فکر میکنه اگر رئیس جمهور شه خوشبخت میشه. ان العزت لله جمیعا، چند تا جمیعا تو قرآن هست. ان القوه لله جميعا، ان العزه لله جميعا، فلله المكر جميعا. جميعا یعنی یه دسته هم بینی که شما موقع می تیرو بشی یا رای بیاری،
اگر یه درصدش مال رأی آوردن بود کلمه جمعی ها دروغ بود. خدا دروغ نمیگه، میگه 1% عزت دسته پستا و مدرکا و خونه ها و کاخ ها و شهر و داخل خارج، 1% نیست. خود رئیس جمهور قبل آمریکا ترامپ وقتی رئیس جمهور آمریکا شد، وقتی بیرونش کردن، عزیز بود یا ذلیلانه رفت بیرون یا با عزت رفت بیرون. خود آمریکایی ها علاقه شون به ترامپ بیشتر شده کمتر؟ نه، ممکن آدم رئیس جمهور آمریکا بشه اما ذلیل میشه، بعد 4 سال ذلیل میشه. الهی به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی، در مناجات شعبانیه داریم، زیاد شدن کم شدن دستمونه. آدم نمیدونن مصلحتش در چیه. گاهی تلخی ها مشروع از ده. نقل میکنن شخص زیر درخت خوابیده بود، دهنش هم باز بود، تو خواب دهنش باز بود، یه مارمولک کوچول از سینه‌اش رفت تو دهنش و رفت تو حلقش. یه نفر که این صحنه دید با چوب برداشت این خوابه رو بیدارش کرد و گفت باد بدوی. گفت کجا تو کی هستی کجا بدوم؟ گفت بدو. زد اینو بلندش کرد دووندش و حالی به هم خورد و این مارمولک برگشت. برگردون اینو. خب ببخشید من اگر چوبت نمی زدم و نمی دوندم این زهر مارمولک ممکن بود بره تو حادثه به وجود داره. گاهی وقتا چوب با آدم می زنن و آدم هم می دونن که آدم رشد کنه. قرآن میگه فکر نکن تلخی ها بره تو تلخه. ما گاهی وقتا تلخی بد می دیم تا عشق جاری بشه. لعلهم یزرعون داریم، یتزرعون داریم، یعنی می خواهم جیغ بزنی، یعنی زیر پا دو داغ بکنن که بری. اگر داغ نکنن میمونی. حالا مسئله قیام تا مسئله مقاومت. این مقاومت هم یک خاطره داره که از کجا پیدا شد. جناب آقای سید حسن نصرالله خدمت امام رسید، گفت ما فلسطینی ها دستمون خالیه، وظیفه‌مون چیه؟ ما هیچ نداریم. اسرائیل تا دندون مسلح، ما هم دست خالی. امام فرمود خب به وظیفه‌تون عمل کنید. سید حسن رضا وظیفه‌مون چیه؟ یه لحظه امام فکر کرد، فرمود مقاومت. یک کلمه مقاومت پیامه. یک کلمه بود مقاومت، یک کلمه امام خمینی مطابق به کی رسید؟ به سید حسن نصرالله. کبریت یک کبریت بیشتر نیست، اگر به گاز رسید شعله بر میشه، مگر نه کبریت تو آب بزنه هیچ خاصیت نه. سید حسن نصرالله آمادگی داشت با دار و دستش و حزبش. یک کلمه هم امام فرمود، گفت مقاومت. این مقاومت الان به اینجا رسید که رسیده. حالا منتها این که و معلوم هم شد که اینا 70 سال گرفتن و 70 سال مذاکره کردن، هم مذاکره باید خرج داره، هزینه داره، هم مقاومت هزینه داره. منتها هزینه مقاومت 200 شهید، ذلت اسرائیل، اتحاد همه مسلمان ها، بسیج عمومی، حمایت از کشورهای مختلف دنیا، یه 200 شهید دادن، اینو به دست آوردن. اسرائیل رو شکستن، گنبد آهنی و نفل، همون که اما قرآن گفته، قرآن فرموده که طرحهای شیطان از طار عنکبوت هم ضعیف تره، اوهن من بیت العنکبوت. این پوزش دیگه. یه وقتی هجرت به اسرائیل بود برای که اونجا امان دارن، الان اسرائیلی ها فهمیدن که نخیر هیچ جا امنی، ممکنه برن تو اسرائیل، بهترین شهراش هم مسکن کنن اما آسایش نداشته باشن، هیچ جا امن نیست برای آدم متجاوز. اسلام خواسته میگه ترهبون بهی عدو الله، باید انقدر قدرت داشته باشید که دشمن خدا رو بتونید بترسونید. بازدارنده نه تجاوز. ما زور میخوایم برای بازدارندگی، زور نمیخوایم برای ظلم. یکی کسی زور میخواد برای که در مقابل بیماری مقاومت کنه، یکی زور میخواد بزنه تو سر مردم. به هر حال امام خمینی خیلی بگردن و حق داره. ده ها سال مردم تو ایران زایده شدن، بزرگ شدن، مردن و پا صندوق نرفتن. اختیار که اختیار با شاه بود.
الان اختیار با مردمه. حال مردم گاهی انتخابشون درجه یکه، گاهی درجه دوه، گاهی درجه سه، اون دیگه مردم با چشمشون واکنن. یعنی بالاخره به ما آزادی داد، گفت رأی تو چیه. من یه مثالی سالهای قبل زدم تکرار کنم، یک گربه را یا تو قفسش کنن بهترین گوشتم بزنن پلوش، باد میاد پشت قفسه میگم مو بشم آقا میخوای بیای بیرون، بیرون خبر نی، باد خورده کاغذ بخوری چیزی نیست بیرون بخوری، من اینجا تو قفس باش گوشتت میدم، میگم مو. یعنی چه؟ یعنی تو قفس باشم، میگه بیرون قفس باشم که آزاد باشم شرف داره که تو قفس باشم و تو من گوش بده. یعنی چه؟ یعنی آزادی رو یه غریزه حیوانم میفهمه. استقلال هم میتونه، شما استقلال رو امتحان کن. بچه سر سفره نشسته میگه قاشق بده خودم بخورم، میگم آقا جون نمیتونی بخوری، میگه نه خودم، میگم آقا نمیتونی بخوری، میگه خودم، اصرار میکنه ده گریه و جیغ میزنه تا قاشق رو بش میدیم، قاشق رو میدیم به بچه، بچه میزنه زیر غذا میریزه سرش، تمام لباساشو با غذا مخلوط میکنه، پدر و مادرش داد میزنه گفتم نمیتونی به من بده، تو نمیتونی، تو نمیتونی، باز گریه میکنه بچه. بچه چی میگه؟ بچه میگه خودم خودم خراب کنم شرف داره که وابسته به پدر و مادرم باشم؟ ما خودمون خودمون خراب کنیم، یعنی یه جای تجربه مکج بشه، اشتباه بکنیم، نقصی داشته باشیم، تکنولوژی یه جای عقب باشه، اگر خودمون خودمون خراب کنیم، خدا رحمت کنه شهید مظلوم بهشتی رو، بحثی بود که کارو بدیم به متخصصین یا متدینین. بهشتی فرمود بده به متدینین، متدین اگر ناشی هم باشه دو بار سه بار خراب که خوب میشه، اما اگر دین نداشته باشه 100 سال هم خیانت میکنه. به گردن ما خیلی حق دارن، از ما میپرسن تو شهرتون کی میخوای باشه، تو روستاتون شورای اسلامی کی میخوای باشه، نماینده مجلستون کی میخوای باشه، خبرگانتون کی میخوای باشه، رهبرتون کی میخوای باشه. خب رهبرم مردم تعیین میکنن، منتها مردم رهبری رو از طریق خبرگان تعیین میکنن. حالا این نعمتی است که عزتی است که خداوند در سایه اسلام به امام داد و اسلام هم امام هم به ما داد. ما باید قدر بدونیم، عیب ها رو هم ببینیم و بگوییم و قیام کنیم برای رفع عیب ها. حدیث داریم مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. دیگه الان همه یه غربول شدن، تمام اینا که مسئولن یه جای رئیس بودن، معاون بودن، رئیس بودن، مسئول بودن، دیگه الان شناخته شده. زمانی که بودی چه کرده، چند تا مشکل بوده، چند تا حل کرده. انشالله هم در انتخابات شرکت کنید، هم یادگار امام رو از بین نبرید. من خوشم اومد از تلویزیون قسمت‌های حرف امام رو در آورده بودن که فرمود چه من باشم چه من نباشم، در همه انتخابات همتون باید شرکت کنید و اگر کسی در انتخابات شرکت نکند، خواه من خمینی، خواه این فردی که در روستایی است که 20 نفرن، خواه شخصی که در شهری است که چند میلیون نفره، اگر انتخابات شرکت نکنیم نظام تضعیف بشه، شکست بخوریم، همه ما مسئولیم. چون ممکنه شما بگی این شهردار خراب کرد، این وکیل، وزیر، مدیر کل، سفیر، وکیل خراب کرد، خب آقای قرائتی خراب کرد، خیلی خوب، منم رئیس بودم تو نهضت سوادآموزی موفق نبودم فرض کنید، شد. خب حالا اگر یک کسی خراب کرد یا افراد خراب کردن، باید قدرشو از نظام دارم. ما با نظام که باید نیستیم، نظام ما صدها هزار شهید و جانباز دادن تا این نظام درست شده. فرد خراب کرد، مثل یک کسی چایش بد بود، بلد نبود غذا درست کنه، وقت ما بیم آشپزخونه به هم بزنیم برای که این آقا غذاش بده؟ نباید. اگر یه افرادی بد هستن و خلاف کردن و خیانت کردن، حالا عمدی یا سهوی، تقصیر یا قصور، بخراب بد شد، اگر یه جای بد شد بدر توجیه نمی کنیم، اما بد رفتاری افراد دلیل بش اینه که از نظام انتقام بگیریم. من نمیدونم اینو حتما گفتم، یه شب با مرحوم دکتر بهشتی آخر شب تو ماشین یه جای میرفتیم، مرحوم بهشتی پشت فرما بود، چون من براندگی بلد نبودم، مهمون ایشون هم بودم،
رسیدیم به چهار راه و من گفتم آقای بهشتی برو، کسی نیست. فرمود چراغ قرمزه. گفتم شما که نظام قبول نداری، نظام شاهنشاهی را، زمان شاه بود. گفت من نظام قبول ندارم، به نظم قبول دارم. حرف قشنگی بود. نظام قبول ندارم. شما نظام قبول دارید یا نه؟ نظام دو تاست، یا باید آل سعود باشه که خاندان پهلوی بیان، یا منافقین بیان، یا آمریکا بیاد. اینا نظامای دنیاست که دید. یا کودتاست، یا زوره، یا جانشینی و تحمیله. نظام ما نظام اینه که مردم رأی بدن انتخاب کنن. پس نظام رو قبول داریم چون به قیمت صدها هزار شهید و جانباز و اسیر درست شده. حالا اگر یه مدیر کلی خراب کرد، یه شهرداری، یه بازاری خراب کرد، اگر 10 تا جنایتکار تو بازار بودن، باید بازار خراب کرد یا باید 10 نفر به حسابشون رسید. ما در انتخابات نباید به خاطر عیب فرد نظام رو زیر سوال ببریم. خدا یا ما را خائن به خون شهدا، بی تفاوت نسبت به خون شهدا قرار نده. و تو مملکت ما کسانی که هستن سه دسته هستن. یه دسته واقعا خدمت میکنن و جز اخلاص چیزی درشون نیست. خدایا همه مددهای غیبی رو بر اونا نثار بفرما. یه عده ناشی ان، حرام زاده نیستن، حلال زاده ان، آدما خوبی ان، ولی خط سیاسی، عقده، قبیله، محله، لهجه، زبون، هوس، همشاگردی بودن، تقاضا کردن، وعده، وعید، گول خوردن، یه عده خراب میکنن. ولی آدما خوبی ان، ولی خراب میکنن. خدا اینها رو هم اصلاح کن. یه عده خائنن، خائنن. خدایا به آبروی شهدا، به آبروی خود بنیانگذاران این انقلاب، صیادی ها، همت ها، صدوقی ها، اشرفی ها، دستغیب ها، به آبروی شهدا این نظام را از همه توطئه حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.